شما میخوای به یک چیزی برسی، یک چیزی رو به دست بیاری، اما مشکلات هست، سختی هاست، به خاطر خدا صبر میکنی، احساس میکنی والا اینجا صبر کردم، یک چیز رو از دست دادم، پولی رو از دست دادم، مقامی رو از دست دادم. اما الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ واصبر، صبر بکن. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تو صبر کن، صبر کردی، فکر میکنی ضرر کردی، ولیکن الله سبحانه و تعالی پاداش انسانهای نیکوکار رو، انسانهای صبور رو ضایع نمی کند. تو فکر میکنی که چیزی رو از دست دادی، کسی به تو بدی کرد، تو در مقابلش صبر کردی، فکر میکنی حیثیت تو از دست دادی، شخصیت تو از دست دادی، اما الله میگه واصبر، صبر بکن. خداوند این اجر و پاداشی که تو باید به دست آوری را ضایع نمی کند. خاطر همین است که انسانهای صبور در سرانجام به نتیجه می رسند، هم نتیجه دنیوی و هم اخروی. نتیجه اخروی. چرا؟ چون که الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش رو وعده کرده است. وقتی الله سبحانه و تعالی وعده بکنه، ما تصور بکن، این مثال ها رو میاریم به خاطر اینکه بهتر متوجه بشیم. وقتی که یک رئیس جمهور، یک وزیر، یک شخصیت مهم، پدر مثلا به شما وعده ای بده، شما یقین میکنید که این به وعده خود عمل میکنه. همچی شخصیتی هست که به وعده خود عمل میکنه، امکان نداره که وعده خلافی بکنه. ذات اقدس الله سبحانه و تعالی وعده کرده است که اجر و پاداش انسانهای صبور به هیچ عنوان تباه نمیشه، از بین نمیره.